خسته نباشین، روزای خیلی خوبی بود. ما بیشتر از اینی که کمک کردیم انرژی گرفتیم از برنامه های شما. یه زمانی متوجه شدم که توی بعد از اینکه بابام فوت کرد اینا تو مدارکی که به جا گذاشته بودی مقداری از این قرضه از دوران مرحوم مصدق خریده بود داشت و این همیشه باعث افتخار بود واسه من که مرحوم پدرم هم کاری کرده. بنابراین من هم فکر کردم که شاید سایان بعد پسرم که بزرگ شد دیگه که خلاصه این بابای ما هم در یه دورانی خلاصه یک کمکی کرده به مقاومت و بی‌غیرتی نکرده. میخواستم از طرف مجاهد شهید احمد لشکری خواهش کنم چند روز پیش خانومی به نام مهین دستبند و گردنبندی را از آلمان هدیه کردند. چنانچه این دستبند و گردنبند موجود هست، معادلش رو من تقدیم کنم به سیما و از طرف اون مجاهد شهید احمد لشکری خواهش کنم این رو به دونگین الماس که اشرفیان که بر روی کشتی آزادی خبر دمیدن خورشید خانم را به سرزمین مهرتابان میدادند، هستی و شقایق تقدیم کنید. این اگه اشتباه نکنم 3 سال پیش بود، در اون موقع دیگه 20 جوان بود بکنم، اون تظاهراتی اون موقع بود، هم بستگی با اشرفیان و شما رو دیدم و شما این خاطرات از پدر شهیدم فیروز را گفتید و باید بهت بگم که من خودم راستش 5 سال پیش واسه اولین بار نامه ای از پدرم از پدرم شهید فیروز به من فرستاده شد از ایران و این نامه بود که خودش از زندان به مادر شهیدم خرمنستا فرستاده بود که اون موقع من خودم چند ماه هم بود و این نامه اونجا واقعا همین که میگید این دلاوریش این شجاعتش اونجا هم خود بارز بود، اینی که گفتش که امیدواره به عهدی که بسته با مردمش و به آرمانی که واسش اومده به سازمان پیوسته به مجاهدین پیوسته وفادار باشه و ناچیزترین چیزی که جانش و خونش باشه رو فدیه این ملت کنه و این خلق کنه و واقعا خودم اون موقع که اینو خوندم هنوز هواداری بودم، یعنی انتخابی نکرده بودم که بیام تمام وقت هرچند هوادار بودم، اما وقتی اینو خوندم اصلا یه چیزی توم شکست، نمیدونم حالا چجوری این احساس رو بگم، اما واقعا انگار با این نامه با این از خودگذشتگیش یه چیزی هم در من زنده کرد که بعد از اون بود که پروسه دیگه خودم دیدم که باید بیشتر منم خودم چیه دستم بگذارم و برای ملت ایران دیگه ناچیزترین چیزی که دیگه وقت و زمان و جون و همه چیمون رو بذاریم و الان که شاخصش دیگه اشرفیانن که هر روز از اونا انگیزه میگیرن. من محمد حنیف جزائری فرزند مجاهد شهید حسن جزائری هستم و تماس گرفتم تا 1500 پوند برای همیاری کمک کنم. هفته آینده 23 سالگرد شهادت پدر مجاهد من است. میخواستم به رژیم و مزدورانش پیام بدهم که پرچم مقاومت با کشتن و شهید کردن مجاهدین ایران زمین بر زمین نمیماند. این روزها تماشای ایرانیان آزاده که با عشق و احساسات پاکشان و از ته دل با شما تماس میگیرند به همه کمک میکند تا از جای خود تکان بخورند. الان میدانم که مزدوران رژیم هم پای تلویزیون نشسته و عزاداری میکنند. یادم میآید که وقتی من ارث خودم را در سال گذشته به سیمای آزادی هدیه کردم، همین مزدوران من جمله نوریزاده که به گرفتن پولهای طیب و طاهر خامنه ای افتخار میکرد، همان فردای کمک من جیغ و فریاد میکرد که پدر حنیف را کشتند و پسرش را هم گول زدند و بردند. پس این کمک من هم حتما تو گوشی محکم دیگری به سید و مزدورانش است و مادرم لیلا جزائری هم میخواست در این فرصت که پیش آمده بگوید که خاک پای همه مجاهدین بوده و خواهد بود.